باورتون میشه گیاه بامبو توی یه دونه 24 ساعت بیش از 1 متر رشد بکنه؟ سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم عالی باشه. توی این ویدیو در مورد یکی از عجیب غریب ترین و پیچیده ترین گیاهان کل کره زمین میخوایم صحبت بکنیم. بامبو واقعا گیاه خیلی خیلی جالب و پیچیده ایه و خیلی دانستنی حقایق و عجایب جالب در موردش وجود داره. توی این ویدیو 10 تاشون رو بررسی میکنیم، امیدوارم بتونید تا آخر تماشا بکنید و ازشون لذت ببرید. اولین حقیقت خیلی خیلی جالب در مورد این گیاه بسیار بسیار عجیب غریب همین سرعت رشد خیلی خیلی بالاش هست. میگن در حدود 1.2 متر میتونه رشد بکنه توی 1 روز، یعنی یه دونه 24 ساعت واقعا رشد خیلی خیلی عجیب غریبیه. و اینکه اینم در نظر بگیرید توی تمامی مناطق کره زمین به غیر از قطب جنوب میتونه رشد بکنه. دومین دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد بامبو، باورتون میشه 35% بیشتر از مابقی گیاه ها میتونه اکسیژن تولید بکنه. واقعا نکته خیلی خیلی مثبت و جالبیه. میگن جذب کربن دی اکسید خیلی خیلی بالایی داره، در کنار اون در مقایسه با مابقی گیاه ها 35% بیشتر میتونه اکسیژن تولید بکنه و یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین. سومین حقیقت خیلی خیلی جالب در مورد بامبو، باورتون میشه بامبو کلن به هیچ گونه مراقبت نیاز نداره. در حالت عادی خب هر گیاهی که شما بکارید به آب دادن، کود دادن و حالا یک مقداری نگهداری و مراقبت نیاز داره، ولی خب بامبو اینطوری نیست. صرفا شما دونش رو که بکارید خودش رشد میکنه، به هیچ گونه آبیاری، کود دادن و حالا مراقبت نیاز نداره. واقعا گیاه خیلی خیلی عجیب غریبه. حقیقت چهارم که برق از کلتون میپرونه، در حالت عادی شما وقتی یک گیاهی رو توی یک منطقه میکارید خاک اون منطقه کیفیتش رو از دست میده، ولی خب توی بامبو این برعکس هستش. واقعا گیاه خیلی خیلی عجیب غریب و جادویی این بامبو. میگن بعد از اینکه شما بامبو رو توی یک منطقه میکارید خاک اون منطقه کیفیتش بیشتر میشه. واقعا نکته خیلی خیلی عجیب غریب و جالبی. باورتون میشه از نظر ساختاری بامبو از آهن هم محکمتر باشه؟ واقعا چیز خیلی خیلی عجیب غریب، جالب و پیچیده. در کنار این میگن توی ابزار و وسایل خیلی خیلی زیادی هم از این بامبو استفاده میشه. نمونه خیلی خیلی جالبش توی ابزار موسیقی، قطعات ماشین و حالا کلی وسیله دیگه. این قطعات ماشین واقعا چیز خیلی خیلی عجیب غریبی بود. دانستنی ششم، باورتون میشه همین الان هم روی کره زمین بیش از 1 میلیارد نفر توی خونه هایی زندگی میکنن که از جنس بامبو ساخته شده. واقعا عدد خیلی خیلی بزرگ و عجیب غریبیه، ولی خب اون توضیح قسمت قبلی که گفتم ساختار خیلی خیلی محکمی داره رو توی این قسمت میتونید ببینید که هنوز هم بشر از این بامبو استفاده میکنه برای ساخت خونش. دانستنی هفتم که به بعد پزشکی این ماجرا برمیگرده، میگن اولین کشوری که حالا بامبو توش ثبت شده و توی نوشته‌های تاریخی درش وجود داره کشور چین هستش. از اینکه بگذریم، میگن توی طب سنتی کشور چین از بامبو برای رفع عفونت و از اون طرف التیام بخشیدن به زخم استفاده می‌شده. واقعا نکته خیلی خیلی عجیب غریب و جالبیه و اینکه توی حوزه پزشکی هم کاربرد داره. دانستنی هشتم، باورتون میشه حتی بمب اتم هم نتونسته بامبو رو از بین ببره؟ اینم نکته خیلی خیلی جالب و پیچیده. میگن تنها گیاهی که بعد از بمب اتم توی منطقه هیروشیما تونسته سالم بمونه و بعداً رشد بکنه همین بامبو هستش. واقعا گیاه خیلی خیلی جالب و عجیبیه. دانستنی نهم، باورتون میشه از بامبو توی حوزه تولید لباس هم استفاده میشه؟ واقعا گیاه خیلی خیلی جالبیه و تقریبا توی تمامی حوزه‌هایی که توی کره زمین وجود داره ازش استفاده میشه. توی حوزه لباس میگن، حالا این متخصصین لباس چنین توضیح میدن، میگن لباسی که از پنبه ساخته شده باشه لباس خیلی خیلی مرغوبی به حساب میاد، از این نظر که خیلی خیلی راحت هستش و نمای بدن رو میتونه خیلی خیلی خوب حفظ بکنه. ولی خب یک توضیح دیگه وجود داره، میگن بامبو در حدود 40% بهتر از پنبه عمل میکنه. واقعا چیز خیلی خیلی عجیب غریب و جالبیه. این که میگن بدن رو خشک و خنک نگه میداره و خیلی خیلی عجیب غریب میتونه دمای بدن رو تنظیم بکنه. دهمین دانستنی خیلی خیلی جالب، باورتون میشه جوانی بامبو در حدود چندین سال توی کشورهای آسیایی به عنوان وعده غذایی اصلی استفاده میشده؟ میگن مقدار فیبر و پتاسیم جوانه بامبو به قدری زیاده که شما میتونید به عنوان یه دونه وعده اصلی توی روز ازش استفاده بکنید. هنوز هم هستش و استفاده میشه، ولی خب توی اون دوره از تاریخ که من توضیح دادم مثلا به عنوان نهار یا شام استفاده میشده، که این نکته خیلی خیلی عجیبی.
اول ویدیو گفتم 10 تا دانستنی، دانستنی 11 هم که حالت ویژه داره. باورتون میشه توماس ادیسون برای ساخت یکی از لامپ‌های رشته‌ایش از جنس بامبو استفاده کرده؟ واقعا نکته خیلی خیلی جالبیه. و عجیب غریب تر از اون، میگن همین الان هم این لامپ در حال کار کردنه و تو یک موزه نگهداری میشه. این بود 10 تا دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد بامبوها. البته به علاوه یه دونه نکته خیلی خیلی ویژه، امیدوارم تا آخر تماشا کرده باشید و ازش لذت ببرید. دو تا دانستنی خیلی خیلی جالب همین بغل داریم، اگر دوست داشتید به اونم سر بزنید. ویدیو خیلی خیلی جالب و عجیب غریبی هستند. خلاق خوش بخور از انرژی مثبت. خدا نگهدارتون.